سلام و عرض حرمت خدمت افغانهای حسیسی که در ارتباط بر من هاشناهی ندارن، در ارتباط به سواد من ندارن. مهم نیست من سواد من اینجا بیان کنم، اما خواستم امروز بعض اسنادایی که از افغانستان آوردیم و داشتیم در بالای میره نشان بدم. این مربوط تلویزیون ستاره هست که در او زمان صبرالدین رحمانی رئیس تلویزیون بود، بسیار آدم با شخصیت با عزت، اما بر من یک تصدیق نامه داده بودن به خاطر اینکه من در رسانه‌شان کار کرده بودم. و ایره هم از تلویزیون دریچه بهار برمه داده شده، در یک برنامهشون در هامبورگ اشتراک کرده بودم و اینا برمه یک سپاس نامه دادن، یک دنیا سپاس. ای هم مربوط تحصیلاتم که از پنتون تعلیم تربیه فارغ شدیم که حالا فعلا به نام تعلیم تربیه استاد ربانی هست. ای هست و در قبالش ای هم یک تصدیق نامه ای هست که برای من داده شده. اینا فعالیت هایی که در افغانستان بودن و یک در سیمیناری که در کابل اشتراک کرده بودم، ای اسناد برام داده بودن. من نمیفهم چقدر اینا قابل اعتبار است، اما مهم نیست برای من. از این که یک تعداد اشخاص بی سواد میگن، به خاطر بی سواد بودنم گفتم برشان یک هر کاری را با اسناد باید توضیح بدم. و ای هم هست از طریق مکتب که معلم بودم، سعدالدین هنساری که در چهارقلا بود و در یک سیمینار اشتراک کرده بودم، معلمین باید اشتراک میکرد. و ای هم تصدیق نامی که ما اولین بار پنتون از دارون معلمین اصلاح شروع کردیم که ده اینجا ظاهر زنها نباید نمایان میشد، تنها چشم ما معلوم میشد و با ایجاب بودیم. معلمای مرد ما اصلا نداشتیم، تمامشان معلمای زن بودن. اینجا دو سال ما پنتون اینجا خواندم ادبیات دری را و بعدم رفتم پنتون تعلیم تربیه. و ای هم امو تصدیق تبریک نامه ای است که از پنتون تعلیم تربیه فارغ شدم برم دادن. و ای هم نمرات پنتونم هست، نمراتی که دو سال آمده پنتون دولتی خواندیم. اما معذرت میخوایم نمراتم کمک کم است، دیگه ببخشین قدر لایق نبودم. و ای هم اسناد دوازدیم که ما از جوز جان هست، مکتب لیسی خدجی جوز جانی فارغ شدیم و مکتب در اونجا تا صنف ده خواندیم و صنف نو یا ده بودم ازدواج کردم که 11 و 12 را باز من امتحان سامی دادم. و ای هم یک تصدیق نامی را پت میکنم به اجازهتون که از تلویزیون آینه برام داده شده که بعض موضوعاتش نباید خوانده شده و او خاطر. و ای هم ای اسناد کجایم است؟ ای مربوط وزارت معارف است رستی. ای هم از اسناد صنف دوازدهم هست، او را که براتون نشان دادم از صنف دوازده فکر میکنم نمراتشی طرف و طرف بود. و ای هم تذکریم هست که من تولد شده ولایت جوزجان هستم و ببینین نامم فریده سادات، نام پدرم سید اشرف و نام پدر کلارم سید حسن آقا هست. ای سال تولدم هست که من واقعا اگر اصلی براتان بگویم 35 ساله هستم، اما من همیشه خود 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله میگم، به این دلیل که من از ظاهر زود خراب شدیم. به این دلیل از ظاهر زود خراب شدیم که من در 16 سالگی مادر شدم، طفله ها را پشت به پشت آوردم، نتونستم خود تغذیه کنم، ظاهرم واقعا زود از دست دادیم. به این خاطر من 40-45 ساله خودم میگم که حیانن من اگر خود 35 ساله بگویم با سر مردم خنده میکنن. و هی هم همو کارت پنتون هم از که تا حالا نگاه کردیم که ای کارت باشه ما اجازه داخل شدن داخل پنتون داریم اگر نی نداریم. و ای هم کارت معلمی ما هست که ببینین چی رگه که همه تا بدرنگه کبروگه که چی رقم داشتم. و هی هم تمام نام و نشانم به زبان انگلیسی نوشته شده و ای هم کد نمبرایش بوده. و اینه ای بوده تمام فعالیت های من. افغان های حزیز لازم نبود من براتون اینا رو همه گیشه ثابت کنم، اما یک تیزاد من زیر سوال گرفتن که چطور است و چنان است و چطور است و چنان است. ما به جز از چطور و چنان چیزه هیچ چیز خوبی را یاد نداریم. ما همیشه منفی فکر میکنیم، منفی میاندیشیم، منفی فیر میکنیم، منفی مینویسیم. همیشه نقاط منفی یک فرد دست به دست میکنیم، همیشه انسانها را حقیر میکنیم. به جای بیاییم تشویقش کنیم، به جای بیاییم سرش نوازش بدیم، به جای بیاییم در آغوش پاک خود بگیریم و بگوییم ما مثل کو در پالوی تو استاده هستیم، همیشه کار ما حقیر کردن است.
ما من حیث یک زن افغان حقارت نمیپذیرم. هرگه مرا هر کس حقیر میکنه بسازه، ما هیچ فرد را حقیر نمیکنم، چون همین گونه تربیه خود خودم نکردیم. این تربیه را خانواده ایم برای من نداده، این تربیه را خودم برای خودم ساختیم و این را میخوایم پیاده کنم. یعنی من منفی نمیاندیشم، انسان ها را برابر انسان ها میدانم. رئیس جمهور کی؟ یک رئیس جمهور کشور است، هیچ بالایی از یک گداه افغانستان نداره، چون گدا هم یک شهروند افغانستان هست و خود رئیس جمهورم یک شهروند است. گفتم که در لیسه خدیجه جوزجانی ما درس خواندیم، واقعا اموجا خلاص کردیم. بیاین ما تابو شکنی کنیم که انسانها را با اندیشه های خوبش بپذیریم. بیاین انسانها را نقاط منفیش دست به دست نکنیم، نقاط مثبتش دست به دست کنیم. بیاین ما همیشه خوب بودن پیاده کنیم، خوب دیدن پیاده کنیم. همیشه نگاه ما برای یک فرد شهوتی نباشه، همیشه نگاه ما صادقانه باشه، همیشه انسانها را قلبش دوست داشته باشیم و با یک قلب پاک به او نزدیک شویم، نه به خاطر استفاده جنسی و مالی و زیبایی صورت یک کسه. انسان‌های صادق زیادتر درد می‌بینن، دوست‌های کم می‌داشته باشن، خیانت زیاد میشه. می‌فهمین من یک عادت دارم، بهترین دوست‌های من برای یک تعداد زنها و مردها معرفی میکنم، اما ضربه را زیادتر من از طرف مردها نمیبینم، ضربه را زیادتر از طرف زنها میبینم. وقتی یک دوست خدا، وقتی یک در یک جمع دوستای خدا معرفی میکنم، اینا حاجل و جان از اونا یا پول میگن میشستن یا تخریب کاری در ارتباط برای من میکنن که فریده این گونه هست اون گونه هست. دلیل نشان دادن حسن و دائم ای بود که خانمای برخی استن گفتن که تو بی سواد هستی، از دروغ خود شانزه پاس میگی. اگر شما هم کسایی که مرا بی سواد گفتین یک حسنات بکشین، من نمیخوایم که قدر ورقا را مولم ورقای دیگر برتان نشان ندادم، اینجا پر از حسنات برای من نشان بتین. من نمیگم برای من نشان بتین، یعنی ثابت کنین مثل من که من بی سواد نیستم. انسان ها تنها با سواد بودن به داشتن این ایرق برابر ای ورق ها نیست. ای ورق ها یک چیز الهی هست که برای ما داده شده. ما اخلاق ما را با سواد بسازیم، ما مفکوری ما را با سواد بسازیم، ما منطق خود را با سواد بسازیم، ما صداقت خود را با سواد بسازیم، ما رازدار بودن خود را با سواد بسازیم، ما زیر پای مرد زن چانکندن ما و رسوانه کردن ما را با سواد بسازیم. با سواد بودن تنها نوشتن و خواندن نیست، تنها بیان گفتاری که باید بسیار ادبی باشد نیست. با سواد بودن رازدار بودن است، با سواد بودن خوب دیدن هست، با سواد بودن محبت واقعی را به بهترین دوستت هدیه دادن هست، با سواد بودن پاک بودن دامن یک زن شوهردار هست که در وقت شوهر داره صادقانه و با بسیار محبت واقعی به شوهر خود محبت بده و هیچ وقت خیانت نکنه هست. پاک بودن برای رفیقی هست که یک رفیقت دوست داری و خود فدایش میکنی در قبال از او شش تای دیگر در پهلوی از او گپ نتی. ای را میگن با سواد بودن و صداقت و مهربانی. ما با سواد بودن در این ورق ها نمیبینم، ما با سواد بودن در قلب خود میبینم، در درون خود میبینم، در وجود خود میبینم، در صداقت خود میبینم، در رازدار بودن خود میبینم و در وفادار بودنم در مقابل دوست رفیقم میبینم. رفیق به این معنا هست که رفیق به این معنا نیست که یک دانه را داشته باشی و دیگر رفیق نداشته باشی، هزار رفیق داشته باشی، هم راز هی رفیقت به او رفیقت، گپ از این رفیقت به این رفیقت نگویی، که هیچ وقت روابط مرداره در بین یک دیگر خراب نکنی، هیچ وقت خبر یک زن به یک مرد نرسانی و صحبت یک مرد به یک زن به یک مرد دیگری نرسانی. همیشه رازدار بودن هی است، این راز مردانگی و کاکگی هست. مردانگی و کاکگی تنها به مردها گفته نمیشه، به زنها هم گفته میشه. ما زنها اگه جنس ما زنانه هست
هست، همت ما مردانه هست. مردانه بودن به این معنا نیست که تنها نر بودن باشه. مردانه بودن صداقت و همت و غیرت و وفاداری و تمام این چیزها در وجودت باشه، این مردانه صفت میگن. من شخصا خودم مردانه صفت خطاب میکنم، گرچه مرا کس مردانه صفت نمیگن. مردانه صفتیم هی است که هیچ وقت با احساس هیچ مردی بازی نکردی. مردانه صفتیم هی است که هیچ وقت مرد زنداری که جیبش یک چار رو پداشته باشه به خاطر پولش محبت واقعی زنش دوزی نکردیم. مردانگی ما هی است که هیچ وقت مردی را خانمش در مقابلش اگر بر ما حق یکان شکوهی کردن، ما در مقابل از اونا را تحریک نکردیم. همیشه صفت زنها را کردیم، محبت واقعی زنها را بیان کردیم و طریقی خواستن محبت واقعی یک زن چیست برای یک مرد بیان کردیم که برای خانمایتان باید این گونه محبت بدین. اما متاسفانه همیشه ضربه خوردیم، همیشه ضربه خوردیم، همیشه حقیر شدیم، همیشه سبک شدیم، همیشه بالایم انتقاد شده، همیشه گفتن که تو زن خوب نیستی، همیشه گفتن که تو وفادار نیستی، همیشه گفتن که تو با اینها این گونه هستی. از نزدیکترین دوست هایم هیگب ها را شنیدم، اما برشان همیشه ثابت کردم نه، من زن حیاش نیستم، من زن کوچه و بازار نیستم. زن وقتی با یک دوست زن نداشته باشه، یک دوست مرد نداشته باشه که در راه منفی نی بلکه در مثبت هم دردی نداشته باشه، پس چطور میتونه که در اجتماع زندگی کنه؟ ما زنها، ما انسانها در اجتماع ساخته شدیم، ما ضرورت داریم برای یک همدرد، همدردی که نه منفی بلکه مثبت. به این خاطر امیدوارم همیشه درک میکنین، همیشه بشناسین، همیشه درون ما مطالعه کنین، همیشه قلب ما مطالعه کنین. هیچ وقت مرا منفی فکر نکنین افغانای حسیز، هیچ وقت خائن نیستم، هیچ وقت ضررم براتون نمیرسه، هیچ وقت در ارتباط با دشمنم هم هگه باشین منفی صحبت نمی کنم. گرچه ضربه ها خیلی زیاد از دوست ها دیدیم، اما هیچ وقت ما در حضور مردم اونا را منفی معرفی نکردیم. گفتیم بهترین زن است، گفتیم بهترین خانم هست، بهترین مرد هست، پاکترین زن هست. ما بدستم همیشه بدی ها را بالای خودم انداختیم، همیشه تومت ها را بالای خودم انداختیم. در یک گروه خانم ها بودیم که در یک خانم کمک می شد، باید برای خانم های افغان کمک می کردن، کمک مالی نی بلکه اینا روی رسانه بعض صحبت ها داشتن. عکس برهنه یک مردی روان کرد، زنایی که در اونجا بودن گفتن چقدر بی شخصیت هستین که عکس برهنه روان می کنین. من حتی گناه اوز خانم به دوش خود گرفتم، گفتم او عکس برهنه را من برای زی روان کرده بودم، این خانم بهترین زن است، من بدستم. وقت حمله های از طرف خانم ها میشه، میگم نه، خانم ها بهترین زن ها هستن، من بدستم. گرچه من اینجا از نظر خودم بزرگی خود در مقابل خانم ها نشان میتم، نه کوچکی خود. امیدوارستم اندیشه هایتان همین گونه باشه. انتقاد نگیرین، عیب انسان ها رو برویش نیارین، عیب انسان ها رو روی میدیا و رسانه نکشین. خداوند است که خالی از اشتباه هست، بی عیب است. اگر ما انسان ها بی عیب باشیم، باید خدا جور میشدیم، خدا میشدیم. از این که ما از هر اشتباهاتمو پی میبریم، درس میگیریم. امیدوارستم مرا با هندکترین اشتباهاتم منفی فکر نکنین. شاید در دنیا دوستهایی داشته باشم، دوستتان دارم، همه ایتان، قلبم هستین، جانم هستین، وجودم هستین. ما با شما درمان میشم، ما با شما انرژی میگیرم، صحبت کردنم با شما، خندیدنم با شما، بفهمین که روح و روان مرا تغییر میکنه. هیچ کسی از درون ما خبر نداره، هیچ کسی از باطن ما خبر نداره. همیشه گفتن که نقاط ضعفت ویدوهایت است، گفتیم بله اشتباه کردیم، اما در آینده نمی کنم. همیشه گفتن که این ویدوهایت منفی هست، یک کلان زن استی، بشرم. گفتم دیگه تکرار نمی کنم، انسان خالی از اشتباه نیست، از اشتباهاتم درس گرفتیم. اما بار بار برم تکرار شده، من از دوستهای افغانی که با من دوست هستن، من تا یک حد شناختن، هیچ وقت مرا در حضور مردم سبک نکنین، هیچ وقت در حضور مردم مرا زیر سوال قرار ندین. من همرازی خود زیادتر با زن نمی کنم،
زیاد در دردهای خود بر زن نمیگم، به ایمانا که زن رازدار نیست. اینم خودم من حیث یک زن میگم، زنها رازدار نیستین. شما یک ذره گپ شنیدین، شما یک بوچی جور میکنین. همیشه میایم بالای شانه یک مرد سر میمانم، درد خود بیان میکنم، اما دردم از دیگه جاها میشنوم. مردانگی هیست میگن که رازدار باشه. وقت جنسیتتان مرد است، چرا کلامتان مردانه نیست؟ وقت وجودتان مرد است، چرا همتتان مردانه نیست؟ من هیچ وقت از هیچ مرد ناراض نیستم، ناراض از خودم هستم که زود اعتماد میکنم، زود تسلیم میشم، زود خود فداهش میکنم. ای بود بعضی موضوعاتم که افغانهای حسیز یادواری کردم. قربانتان، فداهتان، دوستتان دارم، دوستتان دارم. امروز شاید قدر مرا نفهمین. آیا خدا میفهمه که من یک ماه عمر میکنم، یک سال عمر میکنم؟ شاید بعد از مرگم افسوس مکنین، شاید بعد از مرگم یادم کنین، شاید بعد از مرگم خوبی های من یادواری کنین. اما او زمان من نیستم، او زمان من نیستم. هیچ وقت بعد از مرگم فریاد نکنین، هیچ وقت بعد از مرگم کسی اشک نریزانه. بعد از مرگم بهترین شعرهای مولانا را بخونین، بهترین شعرهای حافظ را بخونین، به مرگم دایره بزنین، به مرگم حتن کنین، به مرگم رقص کنین. من خوش میشم، اما بعد از مرگم هیچ کسی اشکی در ارتباط بر من نریزانه. بیاین انسان شویم، انسانیت پیاده کنیم. بیاین زنانی که مثل من ناقص العقل و بیعقل است، به عقل بیارین. شما عقل من شوین، شما عقل چهار زنی که مثل من منطق نداره شوین. اما حقیرم نکنین، حقیر شدن مرا درد میده، زیاد درد میده. هیچ وقت بروی تان نمیارم وقت مرا حقیر میکنین، بروی هیچ کس نمیارم، اما از درون درد میکشم و چهار روز بعد فراموش میکنم. انسانی که همیشه بالایش حمله میشه، بالایش حقیر عملی حقیرانه میشه، توهین میشه، بفهمیم که این زن، این فرد عادت میکنه به حقیر شدن. یک روز دو روز به دلش میگیره و گریه میکنه، عشق میریزانه، روز سوم فراموش میکنه. اما کسی که هیچ وقت حقیر نشده، حقیر نکنین، مریض روانی میشه. بازم سربلند باشین. دردی بود که براتان بیان کردم. همه گیتان دوست دارم، کسایی که دوستم هستن، کسایی که با من در تماس هستن، کسایی که هم دردم هستن، همه گیر صمیم قلب دوست دارم. باور کنین، هیچ هدف بالایی هیچ مردی ندارم، هیچ هدف بالایی هیچ زنی ندارم. از خداوند آرزو کنین که زندگی من همه قدر بس است. خداوند مرگ بده. خودکشی گرچه حرام از گاه گاهی میخوایم، خود از دنیا گم کنم، اما بازم میگم نفریده، بگذار خدا جانت بگیره. تو چرا به زور میخوایی که خدا بکشی؟ میبخشین یکم اگه دلم پر شد. قربانتان، فدایتان. گاه گاهی درد میتم. هر یک تعداد اشخاص که زن اطرافی میگن، زن کوچه و بازار میگن، زن فراری میگن، زن طلاقی میگن. گرچه طلاق نیستم، از کلمه طلاق خیلی نفرت دارم. به مخاطر من اقدام نکردم که طلاق بگیرم، گرچه من 10 سال میشه شوهر ندارم. بی شوهری را قبول کردم، اما طلاق قبول نکردم. بازم سلامت باشین قربانتان. شب روزتان خوش. اینه یم بود بعد از مادم، اینه یم تذکیره گرکم که جور کردم از وزارت، از افغانستان تمام کارایش خلاص شده و من نمیتونم کدوم در فیسبوک فکر میکنم هم داختیم، اما تذکریمه که برم چی کرده بودن، ترجمه کرده بودن. اینجا فکر میکنم اگه نورم برای تان نشان میدادم. اینجا نیست. سلامت باشین قربانتان، شب روزتان خوش، به خدا سپردیم.